آقای رحمانی، یک موضوعی رو خیلی دوست داشتم در ابتدای برنامه راجبش صحبت کنیم و اون هم مسئله قتل هایی هست که جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته انجام داده. از قتل های دهه 60، بحث قتل های زنجیره ای که هرچند به هر حال در دولت آقای خاتمی بخشی از اون به هر حال رو شد و پرونده تشکیل شد، اما به گواه بسیاری از کسانی که پیگیر این پرونده بودن، بخش زیادی از این قتل‌ها هیچ وقت به رسمیت شناخته نشد و راجع به اونها صحبت یا به حال دادگاهی یا پرونده تشکیل نشد و بحث هایی که خب به حال در اعتراضات مردمی انجام شد، شهروندان در این اعتراضات جان خودشون رو از دست دادن و در اغلب اینها هیچ وقت جمهوری اسلامی نپذیرفت که مقصر بوده و عامل این قتل‌ها بوده. میخواستم نظر شما رو بپرسم، چقدر این رویکرد برای جمهوری اسلامی میتونه تداوم داشته باشه و آیا در شرایط کنونی به حال امکانی هست که جمهوری اسلامی بخواد اینها رو اصطلاحا مسئولیت اینها رو بپذیره و در صدد به حال جبران بر بیاد یا نه؟ ببینید، جمهوری اسلامی از روز اول، حالا با توجه به شرایطی که تو انقلاب وجود داشت و اینا حاکم شدن، مسئولیت حکومت همیشه از دیگران بیشتره، با یه غیره شد گرید، ما و دیگران، من و دیگران، و این قاعدش بر روی حزم بوده، حالا یا حزم فیزیکی، یا حزم اجتماعی، یا حزم شغلی، یا حزم اجتماعی چیز. اگه من میخوام پروسش رو توضیح بدم که چرا ما از 57 به سال 60 رسیدیم و هیچ وقت جمهوری اسلامی حاضر نیست مثلا اینطوری نگاه کنه، تاریخ از آخر و اول میخونه، مثلا میگه مجاهدین از اول اینطوری بودن، ما اینا رو زدیم، مثلا اگر هم اعدام کردیم اینا بیشتر اعدام کردن، اینا بیشتر ترور کردن، یا در حالت گروه های چپ و یک دست کردن همین مخالفین برای حزبشان یه شیوه است جمهوری اسلامی. اگر دقت کنید این به خودشان هم رسید دیگه، یعنی هاشمی رفسنجانی هم الان منبع نفوذه، یعنی هر کس با اون رأس قدرت با اون باند اصلی قدرت نسازه نباشه باید حذف بشه و اون حلقه مرکزی اصله. در دهه 60 احمد خمینی و بیت آقای خمینی حلقه مرکزی هست و افرادی که دورش هستن و احمد خمینی وقتی که حتی با مجاهدین یه بدبستان داره، بعد مثلا با بنی صدر بدبستان داره، وقتی دشمن اینا میشه، بعد مشخص نقش احمد خمینی در تصفیه، این نمیدونه بدون اطلاع پدرش باشه، در تصفیه های کلا منتظری و حتی اعدام های بیرویه دهه 60 از حمایت از آقای لاجوردی و بعد اعدام های 67 که یکی از وحشتناک‌ترین به اصطلاح کشتار هاست در نوع خودش، چون میگم بین 4200 تا 3800 نفر اعدام شدن در این در عرض چند روز که ما داشت در این ما به کار درش به سر میبریم، یعنی ماه مرداد که بعد از عملیات فروغ جاویدان که مجاهدی میگن و حکومت میگه مرساد، یعنی در کمین اونا نشسته بود، اعدامات در سال 67 شروع شده، الان هم تو کلاب هاستم که بیاید وقتی میان به هیچ وجه حاضر نیستن بپذیرن این حد از اعدام ها رو، همه رو میخوان موکول کنن به عملیات مثلا فروغ جاویدان یا مرساد که خودشان میگن و نمیخوام بپذیرن که اصلا این اعدام ها چرا و به چه علت صورت گرفته، نمیخوام بپذیرن که اینا حکم داشتن، نمیخوام بپذیرن که اصلا این شکل تصویر حساب و انتقام گیری و پاک کردن صورت مثلا زندانی ها مثلا رخ داده. ببینید این عدم مسئولیت پذیری شما اگر در اعدام های 67 همین الان هم تو بحث های تو کلاک ها میشه، من خودم اینجا کسایی دارم که درگیر این بحث میشم، با عنوان که دیگه نه مجاهد بودم به صلاح معروف نه چپ بودم ولی در زندان شاهد این قتل عام بودم، یک بند 180 نفری 10 نفر زنده موندن، یه بند 120 نفری مثلا 20 نفر زنده موندن تو اوین، حدود 900 خورده آدم تو اوین اعدام شدن در عرض چند روز، حدود 600 خورده تا دیگه اشتباه نکنم آمارا تحقیقی نیست در گوهر داشت اتفاق افتاده و در شهرستان ها این اعدام صورت گرفته و بعد مارکسیست ها کشته شدن، چپ کشی یعنی مارکسیست ها رو بعد یه ما تو شهریور اعدام میکنن، حالا بعد رسیدیم به شهریور من توضیح میدم. خب اینا رو هیچ وقت جمهوری اسلامی حاضر نبود به درستی بپذیره، از که خانواده ها هستن،
حتی قبراشون هم تغییر نمیده، حتی چه به صورت نمیگه اینا کجا دفن کردن. ببین این عدم پذیره به شکلی در جمهوری اسلامی در دوره اصلاحات هم انجام شد. قتل‌های زنجیره‌ای اومدن گفتن محدود به 4 تا کردن، بزنن با تلاش آقای به صلاح آقای خاتمی، ولی مثلا مجید شریفه هیچ وقت نگفتن. و بعد قتل‌هایی که قبل از این صورت گرفت، ما 70 تا تصویه داریم از اهل سنت، از مخالفین حتی شیعه حکومت در مشهد، از اهل سنت، از شیعه که سنی شده بودن در بندر عباس. من با خانواده های دیدار کردم، اسمش من یادم نیست، تو حافظم نیست، آدم دیاد به شما میگن. بعد دگراندیش ها این همه محچول مان درسته که اینا کشته شدن، همه عمدتاً هم یا مثلا کشته شدن بختیار، حالا بعد کشته شدن فرخزاد، بعد روش کشتن و از اینا با چاقو، بعد فروهر، بعد همسرش، و بعد هم جاهایی که نتوانستن بکشن زندان انداختن، حذف کردن، یا بلا رو آقا سر جمهوری سبز آوردن. این رویه است در جمهوری اسلامی، به دیگری نباید باشه. حالا من جمهوری اسلامی دو جور مخالف داره، یه سری مخالف ها رو میکشه یا حرف میکنه میگه خدا بیا مرزدشان، یه سری میگه خدا، میگه خدا لعنتشان کنه، ولی اصل در نبودن اوناست. مثلا حالی صحابی میکشن، مهندس صحابی اونجوری فشار میاد میگن مرحوم صحابی، ولی خب ایشان پدر منافقین بود، بعد به منافقین هم میکشن میگن لعنت الله، یعنی فرقی نمیکنه، یا رو از هستی ساقط میکنن. حالا یکی میگه خدا اصلا تقدیراتش بگذره، یکی هم میگه آدم مثلا آقای خامنه ای، بعد تو در مورد هاشمی هم گفت خدا اثر تقصیرات رو داره دیگه. یعنی جمهوری اسلامی اون حقیقی قدرت خودش رو اصل کون مکان عدالت میدونه، و بقیه رو همه رو به اصطلاح اگر هم میگه میکشه، بعد میگه خدا بیامرزه، و همه دارن منتصب به امام علی یا خلیفه چهارم میکنه. بابا ما رفتار علی با خوارج دیدیم، علی حکمیت پذیرو دست که مخالفش بود، اصلا علی به خاطر این علی شد که حکمیت پذیرو، بگه نه علی نمیشود، میشد معاویه. مثال فرق خلفای چارگانه چی بود؟ اینا بر اساس این سنت های عادلانه حکومت میکردن، فرق دارنده. چرا مسلمین، کل مسلمین جهان این چارتون رو جدا میکنن از دیگران، و اینا همش استناد چون به علی. خوارج علی در یک روز 4000 خوارج کشت. بابا خوارج آمدن جنگ مسلحانه راه انداختن، دیگه هوادار و روزنامه فروش که نکشتن که علی. بعدم وقتی اینا رو کشت، از بیت المال خانواده هاشون دستشون رو قطع نکرد، شما اینا رو از شغل و همه چی چیز کردید، شما سنتان قطع نده. سال 59 اینا اومدن، هر کی دبیری در دبیرستان بود و با اینا نبود تصویه کردن، شناخته شده بود، مثلا چپ بود، مجاهد بود، با اینا نبود تصویه کرده، خب طرف از نون خوردن انداخت. و این نوع هست همیشه ادامه داشته.